سلام امروز آخرین ویدیو از بخش اتریوم رو میذارم به هیچ عنوان این به معنای پایان این مبحث نیست ولی شروعی بر مبحث اقتصاد غیر متمرکز یا همون دیفای هست که امیدوارم به دردتون بخوره مثال هایی رو میزنیم و امیدوارم که این مثال ها براتون مثال های خوبی باشه تا آخرین ویدیو همراه ما باشیم خب چند وقتی که یک کلمه ای به نام دیفای یا اقتصاد غیر متمرکز بسیار در واقع زیاد شنیده میشه و خیلی مهمه براشون که بدونن چی هست خب به دلیل اینکه مبحث خیلی بزرگ و طولانیه و مبحث یه مقدار پیشیدگی های خاص خودش رو داره یه مقدار سخته که درک کردن این مبحث به چه صورت هست نکته اول اینه که من پیشنهادم اینه و در واقع نظرم اینه که حتما ویدوهای قبلی توی بخش اتریوم یعنی سه تا ویدوهای قبلی رو حتما ببینید چون به شدت این ویدوها بهتون کمک میکنه در اینکه متوجه بشین اصلا به چه صورت مبحث دیفای کمک میکنه بهتون و به در چه مسیری میتونید ازش استفاده بکنید خب در مبحث دیفای ما این تصویری که میبینید در واقع این الگوریتم یا همون شبکه اتریوم هست که اپلیکیشن های روش کار میکنن خیلی از خیلی رو دیدم که فکر میکنن اتریوم به خودی خود خب همه چیزه مثلا اگر یک موتور رو در نظر بگیریم فکر میکنن که اتریوم کلا همون موتور کامل ولی در واقع اینطوری نیست اتریوم شاید فقط میشه گفت چرخهای اون موتوره و در واقع با اپلیکیشن هایی که روی شبکه اتریوم ساخته شده است این اتریوم معنا پیدا میکنه خب مسلما امکاناتی که اتریوم تولید کرده و مدلی که اتریوم در واقع در مورد استفاده قرار میگیره بسیار امکانات زیادی رو در اختیار یوزر م... و دیولوپر قرار میده و این خودش خیلی جای بحث داره و خیلی جای صحبت کردن داره اولین چیزی که باید بدونید اینه که کل فضای مبحث اقتصاد غیر متمرکز بر این اساس هست که شما بتونید در واقع یک امنیتی در دارایی های دیجیتال داشته باشیم یعنی دارای های دیجیتالتون رو به صورت کاملا امن نگهداری کنید و مدیریت بکنید خب همه چیز تقریبا میشه گفت با این امکانی که اتریوم نسبت یعنی این برتری که اتریوم نسبت به بیت کوین داشت شروع شد که اجازه میداد که شما یک پولی رو پروگرام کنی یعنی یک پولی رو براش بتونی یک قراردادی رو تعریف کنی که مثلا بین دو تا کیف پول الکترونیکی طبق یک قراردادی یک جابجایی انجام بشه که اگر اون قرارداد شرایطش اتفاق بیفته مسلما اون امکان به وجود خواهد اومد خب ما توی این فضا امکانات زیادی رو داریم و پلتفرم‌های زیادی هستن مبحث اکسچنج های غیر متمرکز رو داریم یا همون صرافی غیر متمرکز استیبل استیبل کوین های غیر متمرکز رو داریم بازار های پولی رو داریم مثل قرض دادن و قرض گرفتن یا همون وام مبحث بیمه رو داریم که اینا به،, به کل مباحث متفاوتیه که بسیار جای صحبت داره اما این دایاگرامی که میبینید این لایه هایی که میبینید لایه های بسیار مهمی در شبکه اتریوم و مخصوصا چون این لزوما برای اقتصاد غیر متمرکز،, غیر متمرکز،, هست تعریف شده که امروز راجبش صحبت میکنیم خب دوسته تا مسئله است که راجع به این عنوان باید بدونید و راجع به چند تا از بیزینس های ببخشید پلتفرم های متفاوت توی این زمینه صحبت میکنیم و مثال میزنیم خب اول ببینیم که این بازار اندازه چقدره میتونید از وبسایت دیفای پالس توی ویدیوهای قبلی هم توضیح دادم میتونید از این وبسایت استفاده بکنید برای اینکه اطلاعات مربوط به بازار دیفای رو بگیرید حدودا نزدیک به 25 میلیارد پول توی در واقع بازار دیفای هست که یه تحلیل هایی حالا جلوتر راجب به اینها هم خواهیم داشت توی هر زمینه که حالا توی اقتصاد غیر متمرکز هست چه بحث وام دادن و وام گرفتن حالا همون هم چیزهایی که توضیح دادیم صرافی ها بازارهای مشتق مبحث پرداخت ها و دارایی ها حالا یواش یواش داریم به دارایی های فیزیکی در فضای غیر متمرکز وارد میشیم که این خودش یه مبحث خیلی بزرگتره و راجع به این هم توی پروژه های متفاوت میشه صحبت کرد خب بریم اما راجع به چند تا پروژه ای که پروژه های مهمی در این فضا هستن صحبت کنیم در حال حاضر یه چیزی حدود 210 تا پروژه و در واقع توکن غیر متمرکز وجود داره که راجع به این توکن صحبت خواهیم کرد کل مارکت دیسنترالایزد فایننس یا همون اقتصاد غیر متمرکز حدود 34 میلیارد دلاره که نسبت به کل دارایی اتریوم میشه حدود 24 نیم درصد از کل این بازار در طول 24 ساعت به میزان حدود 11 میلیارد دلار جابجایی پول تو این ب... این مبحث وجود داره و کلا در کل بازار کریپتوکارنسی 3.3 درصد در واقع میشه گفت جابجایی وجود داره که حالا این توش خیلی از کوین های دیگه هم در نظر گرفته شده یعنی کل بازار کریپتو رو دارید در نظر میگیرید خب میتونید برید روی وبسایت کوین گکو و اطلاعات دیفای رو بگیرید روی کوین مارکت کپ هم هست ولی اطلاعات دقیق تر رو میتونید روی کوین گکو ببینید خب اما بریم یه سری از این پروژه ها رو بررسی بکنیم توکن دیفای چه تعریفی داره و معنای توکن دیفای چی هست و کدومی یکی از این پروژه ها پروژه های قابل توجهی میتونیم راجبش صحبت بکنیم و راجب آیندهش میشه صحبت کرد چون بسیار بسیار اصلا اقتصاد غیر متمرکز بسیار داره تاثیر میذاره روی روند رشد خود اتریوم همونطور که میدونید اتریوم هنوز رکورد بالاترین قیمتش رو نشکسته که حدود 1400 دلار هست و الان داریم تقریبا فکر میکنم نظر خیلی از کسایی که کار ترید انجام میدن نظر خیلی اینه که ما هنوز به بازار آلت کوین ها نرسیدیم خب اگر که تازه شروع بشه باید منتظر باشیم ببینیم که چه اتفاقی میفته اولین پروژه‌ای که در این فضا پروژه قابل توجهی پروژه کامپاند هست که یک وبسایت یا یک پروتکل یا یک اپلیکیشنی که به شما این امکان رو میده که بتونید در واقع وام بگیرید و وام بدید و میتونید از خود توکن کامپاند هم استفاده بکنید در این پروسه که در حال حاضر قیمت این توکن 224 دلاره و خب اطلاعاتش هم اینجا هست خیلی اعتقاد دارن که اصلا کامپاند در واقع دلیل این شد که اتریوم یعنی تاثیر زیادی روی پروسه اتریوم گذاشت که قیمت اتریوم بالا بره اما دومین کوین یا دومین پروژه‌ای که بسیار پروژه مهمی پروژه میکر یا همون میکر داو که توکن MKR و توکن دای رو در واقع دارن راجع به دایم مقدار جلوتر توضیح میدیم خب ببینید میکر یک توکنی هست که برای گاورننس استفاده میشه یک توضیحی که باید نسبت به کل پروتکل های غیر متمرکز بدیم اینه که هیچ کدوم به نیروی انسانی احتیاج نداره یعنی اگر شما یک وامی رو به کسی میدین نیاز به این نیست که واسطه این وسط وجود داشته باشه خب این خیلی طبیعیه اما به چه صورت انجام میشه راجع به این کم کم صحبت میکنیم چیزی که میکر رو خیلی خیلی قدرتمند میکنه مبحث هم گاورننس یعنی مبحث این که خود افراد برای اینکه سلامت این شبکه بالاتر باشه دارن توش فعالیت میکنه. پروتکل بعدی که شباهت های زیادی به کامپاند و میکر داره پروتکل آوه هست که میشه گفت یکی از پروتکل خیلی پیشتاست تو زمینه وامدهی و در واقع نقدینگی در بازار توکنش هم اسمش آوه قبلا البته توکن لند رو ارائه دادن که بعدا یک سوپی بین توکن لند و آوه انجام شد و کلا بلند تبدیل شد به آوه هر صد لند هم تو که این بالا هم میبینید توضیح داده قیمت آوه در حال حاضر 183 دلار هست امیدوارم که نمیدونم که این ویدیو رو میبینید ولی حتما قیمت کوین رو بذارید و اعلام بکنید که در اون روز قیمت کوین چقدر شاید یک ماه از الان یک سال از الان بسیار میتونه هیجان انگیز باشه کایبر نتورک رو داریم کوین KNC که بسیار مبحث جالبی رو داره خودش یک اگریگیتوره حالا در واقع به شما این امکان رو میده که بتونید به صورت خیلی با ایمنی خیلی بالا بتونید توکن ها رو سواب بکنید به صورت یک اکسچنج هم کار میکنه در واقع بهترین قیمت رو برای شما توی بازار پیدا میکنه یکی از پروژه های بسیار جالب مبحث رپت بیت کوین یا WBTC هست ببینید پروتکل WBTC یک مبحثی رو داره شما در حالت عادی نمیتونید از بیت کوین توی شبکه اتریوم استفاده بکنید به این صورت که من اگر بخوام توی شبکه اتریوم بیت کوینی رو جابجا بکنم خب مسلما امکانش رو ندارم چون اصلا بیت کوین یک شبکه کاملا جداست شبکه اتریوم یک شبکه کاملا جداست خب یک قراردادی رو ربط بیت کوین درست کرده که شما میتونید بیت کوینتون رو یعنی به یک حالت یک به یک میتونید تبدیل بکنید به WBTC که در واقع میشه توکن بیت کوین روی شبکه اتریوم و میتونید توی شبکه اتریوم ازش استفاده بکنید قیمتش با قیمت بیت کوین زیاد تفاوتی نداره خب پروژه سینتتیکس یا SNX رو داریم که پروژه بسیار قابل توجهی در بازارهای مشتق راجع این پروژه بسیار باید فکر کنم یه ویدیو بسازیم چون که مبحث خیلی متفاوتیه و خیلی میتونه براتون مبحث جالبی باشه خب دای متعلق به میکر داو هست و پروژه دای یک پروژه بسیار جالبه یک توکنیه که با یک وسیقه یا با یک کلاترال در واقع تولید میشه یعنی یک پشتوانه کریپتو براش در نظر گرفته شده خب خیلی از اگر که بخونید خبرها رو خیلی ترجیح میدن که از دای استفاده کنن به دلیل اینکه باز هم خیلی امکانات بیشتری رو بهتون میده همین که مدل تولید دای با مدل حالا مثلا مثل اگه بخوایم مقایسه بکنیم با تتر خیلی فرق داره راجع به اینا توی ویدیوهای آینده صحبت میکنیم این ویدیو فقط یک شروعی برای مبحث دیفای هست و روی هر کدوم از این پروتکل ها هر کدوم که احساس بکنیم که یا در ببینیم که نیاز بیشتری هست حتما ویدیو خواهیم گذاشت خب پروتکل بند رو داریم که یک پروژه اوراکل هست راجب اوراکل, اراک... اوراکل ها باید توضیح بدم چین لینک رو به فرض مثال صح... در راجبش صحبت کردیم ببینید اوراکل ها کارشون پ... جمع کردن دیتا یا اطلاعات قیمتی نسبت به توکن ها در فضای دیسنترالایزده یعنی بخوام یه توضیح کوچولو بدم معمولا اسمارت کانترکت برعکس اسمش اصلا اسمارت نیست یعنی هوشمند نیست خیلی هم خیلی هم غیر هوشمنده و امکان اینکه بتونه دیتایی رو در واقع بخونه پیدا بکنه و اون دیتا رو بررسی بکنه نداره بر... بنابراین یکی از مهمترین نگهدارنده ها و کنترل کننده های اسمارت کانترکت ها یا همون قرارداد های هوشمند همین پروتکل هایی هستن که کار اوراکل یا پیدا کردن دیتا آنالیز دیتا و در اختیار گذاشتن برای در واقع سمارت کانترکت هستن خب پروتکل بند یکی از اوناست چین لینک یکی از اوناست که هر کدوم به تبع دارن کار خودشون رو انجام میدن خب بنکر نتورک رو داریم با توکن بی قیمت توکن امروز یک و و که بنکر هم کارش در واقع اکسچنج یک دیسنترالایزد اکسچنج یا همون صرافی غیر متمرکز که خب کامیونیتی خیلی خوبی داره و خیلی امکان اکسچنج راحتی رو داره خب پروژه بلنسر یک پروژه ای هست که به صورت اتوماتیک یعنی شما میتونید پروگرام بکنید یک پروتکل نقدینگی رو و میتونید مارکت میکر روش انجام مارکت میکینگ میتونید روش انجام بدیم و بسیار پروتکل جذاب و جالبیه راجع به پروتکل بلنسر حتما یه ویدیو میذاریم و راجعش صحبت میکنیم اگر که دوست داشته باشین توی مبحث یلد فارمینگ در واقع یا همون در واقع که میشه ازشون درامت های بیشتری تولید کرد توی مبحث اقتصاد غیر متمرکز میشه روش خیلی کار کرد خب برای مثال یکی دو تا از این پروتکل ها رو توضیح بدیم خب وبسایت وان اینچ هست که یک اکسچنج میتونید از طریق وبسایت وان اینچ فقط ولتتون رو کانکت بکنید با ولت های متفاوتی کانکت میشه بازم میگم این بس کاملا بستگی به خودتون داره که از چه ولتی میخواید استفاده بکنید و همشون در واقع قابل دسترسن میتونید هر کدوم از این توکن هایی که اینجا لیست هست رو استفاده بکنید دقت بکنید توی صرافی غیر متمرکز خیلی از توکن ها لیست میشن و اصلا کار سختی نیست یعنی شما به راحتی میتونید حتی ورژن فیک یک توکنی رو هم روی این صرافی غیر متمرکز داشته باشین بنابراین لطفا موقعی که میخواین انتقالی رو انجام بدین جابجایی رو انجام بدین تغییر رو انجام بدین لطفا دقت بکنید که حتما درست انجام بشه خب همطور که میبینید الان میتونید در واقع ببینید که به چه صورتی این کار داره انجام میشه وان اینچ به نظر من یکی از صرافه خیلی خوبه در زمینه بین در واقع مدل های دیگه ای که صرافه دیگه که الان در واقع دارن انجام میدن یونی سوپ رو داریم که باز هم پروژه بسیار خوبیه ولی راجع به این دوتا و اختلاف هاشون و در واقع شباهت هاشون حتما در آینده صحبت میکنیم ویب سایت فیورو کومبو رو حتما ببینید خیلی ساده و خیلی به قولی باحال توی چند تا در واقع استپ میتونید هم سوآپ انجام بدید میتونید از ولتتون استفاده کنید میتونید به همین صورت که میبینید میتونید اضافه بکنید مثلا توکن کامپاوند رو مثلا بگیرید یا مثلا یک بذارید مثلا اد لیکویدیتی کنیم به فرض مثال از دای مثلا به اتریوم بعد میتونید یک پیوک بکنید و البته باید حتما به ولتتون کانکت بشین این وبسایت بسیار بسیار به درد بخوره برای موضوع ویدئوی بعدی که راجع به اون هم در مبحث بعدی صحبت میکنیم مبحث فلش لون ها یا وام های لحظه ای که راجبشون صحبت میکنیم توی ویدئوی بعدی خب اما نکته که به وجود میاد اینه که آیا من هنوز هم موقعیتی رو در بازار دیسنترالایز فایننس دارم یا نه آیا الان زمان مناسبی برای ورود به این بازاره و اصلا کی باید وارد این بازار بشم هر چه سریعتر بهتر در کل منظور نسبت به این سوال همینه و چه زمانی این بازار رشد میکنه ببینید ما در شروع این حرکت هستیم در شروع این اتفاق هستیم و امکان رشد به شدت بالاست اما در نهایت باید این حتما بهتون بگم تمام صحبت هایی که اینجا بود در زمینه در واقع آموزش و تمام سعی من این بود که یک مبحثی رو فقط توضیح بدم اینه که به هیچ عنوان به این مباحث به عنوان یک در واقع پیشنهاد اقتصادی فکر نکنید حتما راجع به این مباحث اطلاعات کامل کسب بکنید و بعد روشون سرمایه گذاری بکنید و در نهایت اینکه به شدت در سرمایه گذاری در پروسه دیفای دقت بکنید مطمئن بشید که متوجه این مبحث شدین اگر سوالی داشتین میتونید توی کامنت ها بپرسین خوشحال میشم که بتونم جواب بدم و در نهایت امیدوارم هر جایی که هستین لبتون خندون دلتون شاد و تنتون سلامت باشه خدا نگهدار تک